سلام و وقتتان بخیر بینندگان عزیز با یک بسته تازه خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. رمضان بشر دوست مدعی شده است که ظلمه خلیلزاد از دستگاه سیاسی آمریکا ترد شده و رفتن آمریکا به با پایگاه بگرام مشخص نیست. همزمان با این یک رسانه هندی میگوید که سلاح‌های آمریکایی از دست جنگجیان کشمیری گرفته اند. از سوی هم روسیه تماس تلفنی میان ترامپ و پوتین را دروغ خوانده است همچنین از ایران نیز خبر می رسد که یک نفر متجاوز جنسی با یک زن را در حضور همه اعدام کرده است در همین حال حزب الله لبنان میگوید که 190 موشک را بر اسرائیل شلیک کرده است. با ما باشید و از جزیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. دکتر رمضان بشردوست در تازه ترین گفته هایش مدعی شده است که ظلمه خلیلزاد از نظر جمهوری خواهان یک عنصر نامطلوب است و گفته هایش هم اهمیت زیادی ندارد و گفته بشردوست در حالی که در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در آن ترامپ نامزد شده بود، خلیلزاد به شدت به وی نزدیک بود و حتی آوازههایی هم وجود داشت که ممکن است وی وزیر خارجه آمریکا گردد، اما همکنون و در دوره کنونی حتی یک بار هم ما وی را در کنار ترامپ ندیدیم و مشاهدن نشد. وی افزوده است که تمامی موافقت دوها میان مقامات کنونی افغانستان با آمریکا با امضا و تحت نظر مستقیم و مشورت ظلمه خلیلزاد انجام شده است. خلیلزاد در طی حداقل 45 سال بسیار چیزها را گفته بسیار چیزها امضا کرده به گفته بشر دوست خلیلزاد تا کنون هیچ کاری را انجام نداده است که به خیر مردم افغانستان و به نفع مردم این کشور باشد. این مقام پیشین پارلمان علاوه کرده است که روند خروج آمریکا توسط ترامپ تصویب شد و توسط ظلمی خلیلزاد عملی گردید خلیلزاد موفقتنامه دوهر امضا کردن و در حضور وزیر خارجی خود آقای ترامپ بله. پومپیو. آقای بشردوست در مورد آمدن آمریکا به پایگاه هوایی بگرام گفته است که هرچند ترامپ این موضوع را بارها در سخنرانی یاد کرده است. اما میان ترامپ شعار و ترامپ شعور تفاوت زیاد است و کارهای وی خیلی زیاد قابل پیشبینی نیست. گفتنی است که به دنبال قدرتگیری ترامپ هم مقامات حکومت کنونی در تلاشند تا توجه وی را جلب کنند و هم مقامات و مخالفان طالبان شدیداً در تلاشند تا در قدرت و دولت ترامپ جایگاهی را برای خودشان باز نمایند مولوی امیرخان متقی پیش از این اما به سراحت گفته بود که به هیچ عنوان خواهان آمدن آمریکا به افغانستان نمی باشند و اگر این موضوع را میپذیرفتند و گفته وی 20 سال جهاد نمی کردند و در همان سالها معامله می کردند. اگر به رسمیتم بشناسه و تمام افغانستان هم از سر نو جور میکنه باگرام با چی بلکی, یک گز زمین هم داده جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا ما گفته است که نمیخواستم تا تصمیم خروج از افغانستان را به رئیس جمهور بعدی بگذارم و یفزوده است که پس از کشتن بن لادن ما به اهدافمان رسیدیم و باید افغانستان را ترک می کردیم. دکتر امین احمدی استاد دانشگاه و عضو پیشین هیئت مذاکره کننده هم گفته است که من از خلیلزاد در مورد خروج آمریکا و تشکیل حکومت همشمول صحبت کردم ولی وی پاسخ روشنی نداد و گفت که ما از جنگ خسته شده ایم و به دنبال خروج از افغانستان میباشیم. و گفته احمدی خلیلزاد با شکست آمریکا در برابر طالبان اقرار کرده بود و معتقد بود که باید آمریکا افغانستان را ترک کند. در همین حال یک رسانه هندی در تازه ترین سخنانش گفته است که سلاح‌های بجامانده آمریکا در افغانستان با دست شبه نظامیان کشمیر رسیده است. اندیا تودی گزارش داده است که سه میل سلاح امفور بجامانده آمریکا در افغانستان از نزد شبه نظامی کشته شده در کشمیر زیر اداره پاکستان با دست نیروهای هندی افتاده است. این رسانه روز شنبه دوازده می نوامبر گفته است که درگیری میان این نظامیان و نیروهای هندی واقع شده است و گفته ی اندیا تودی سازمان اطلاعات پاکستان این سلاح ها را برای شبه نظامیانی که از مرز هند عبور می کنند تمین می کند. در حالی که شماری از مخالفان طالبان و رسانه های خارجی مقامات امارت اسلامی را با فروش و قاچاق سلاح به خارج از افغانستان متهم می کنند اما چندین بار مقامات حکومت سرپرست افغانستان این موضوع را رد کرده اند اخیرا مولوی حبت الله خونزاده دستور داده است تا تمامی سلاح ها لیست شده و تنها به فرمان او توضیح گردد قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی حکم راغلی سپکی د علی مقام دفتر اړوند د بیت المال د سب تثبیت او سارن ریاست لخوا د سب سو وصلو <مزار people> همچنین دیمیتری پاسکوف سخنگوی روسیه ادعای رسانه های غربی مبنی بر تماس تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را رد کرده است این مقام روس گزارش داده است که هیچ صحبتی میان پوتین و ترامپ صورت نگرفته است او افزوده که پوتین برنامه خاصی برای صحبت با ترامپ ندارد پیشتر رسانه های معتبر آمریکایی مدعی شده بودند که ترامپ و پوتین درباره وضعیت اوکراین و صلح در قاره اروپا گفتگو کردند. در همین حال رسانه های ایرانی گزارش دادند که این کشور یک مرد را به اتهام تجاوز جنسی در ملای عام اعدام کرده است و گفته رسانه‌های رسانه های ایرانی حکم اعدام بر این مرد صبح روز سه شنبه دوازده نوامبر در شهر همدان اجرا شده است. بر اساس گزارش فرد اعدام شده محمد علی سلامت نام داشت و سال گذشته پس از اقفال یک زن بر او تجاوز کرده بود. همزمان با این داستان عمومی و انقلاب تایباد گفته است که 23156 طبعی غیر مجاز افغانستانی از ابتدای امسال تا کنون از طریق گذرگاه بین المللی دوغارون و با کشورشان بازگشتند و یفزوده است که ورود افغانهای غیر مجاز در سال کنونی با سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است. و خبر اخیر این که حزب الله لبنان میگوید که 190 موشک را به سوی اسرائیل شلیک کرده است. تایمز آف اسرائیل گزارش داده است که این موشک ها به سمت شمال اسرائیل پرتاب شده و در نتیجه هفت تن به شمول یک کودک یک ساله زخمی شدند. همچنین شماری از منابع خبری میگویند که داماد شیخ نعیم قاسم دبیر کل کنونی حزب الله نیز در پی حملات اسرائیل کشته شده است دوستان عزیز با پایان برنامه کنونی رسیدیم تا سلام دیگر الله نگهدار